بسم الله الرحمن الرحیم. خواص، بی خواص. چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟ سلیمان ابن سرد خزائی. چند مثال از خواص. خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟ او از فرماندهان حضرت علی ابن ابی طالب در جنگ صفین و علمای آن زمان اسلام بود. از بزرگان کوفه و پیشگامان دعوت حضرت امام حسین علیه السلام به این شهر بود. با این حال سلیمان ابن سرد خزائی در زمان امام حسن علیه السلام از منتقدان و معترضین به صلح ایشان با معاویه شد و پس از آن در زمان امامت امام حسین علیه السلام در ماجرای ورود حضرت مسلم به کوفه از وی حمایت نکرد و پس از آن نیز حضرت را در ماجرای کربلا تنها گذاشت. من سلیمان ابن سرد خزائی بنا دارم به حسین ابن علی نامه بنویسم و او را به کوفه دعوت کرده و با ایشان بیعت کنم، چنانچه با من هم عقید و هم رأیی. بسم الله. ذیل این نامه را مهر کنید. چرا اون خواص مؤمنی که دور مسلم بودن از دورش متفرق شدن، حالا عوام متفرق شدن؟ تو اینا کسان خوبی بودن، افراد حسابی بودن، بعضیشون بعدن آمدن در کربلا شهید شدن، اما اینجا اشتباه کردن. البته اونهایی که در کربلا شهید شدن کفاره اشتباهشون داده شد، با اونا بحثی نداریم، اسمشون رحم نمیاریم، اما کسانی از اینها بودن که به کربلا هم نیامدن، نتوانستن بیان، توفیق پیدا نکردن، بعد مجبور شدن جزء توابین بشوند. چه فایده؟ وقتی امام حسین کشته شد، وقتی فرزند پیغمبر از دست رفت، وقتی فاجعه اتفاق افتاد، وقتی حرکت تاریخ به سمت سراشیب آغاز شد، دیگه چه فایده؟ سلیمان بعد از واقعه کربلا توبه و انابه بسیار کرد و اظهار پشیمانی می نمود. خوشا به حال مسلم ابن اوسجه، خوشا به حال آنان که خود را به کاروان عشق رساندند، و بدا به حال ما که ذلیل نفس اماره شد. هر کس هم دل و همراه من است، دل از دنیای دون بکند و عزم قافله نینوا. وی در سال 65 هجری قمری با جمعی از شیعیان کوفه و تعدادی از بزرگان در زمره توابین به خونخواهی امام حسین علیه السلام به سمت شام حرکت کرد و در جنگ با سپاه شام کشته شد. لذاست که در تاریخ توابین عدهشون چند برابر عده شهدای کربلا است. شهدای کربلا همه در یک روز کشته شدن، توابین هم همه در یک روز کشته شدن، اما شما ببینید اثری که توابین در تاریخ گذاشتن یک هزارم اثری که شهدای کربلا گذاشتن نیست، برای خاطری که اینا در وقت خود نیامدن، کار را در لحظه خود انجام ندادن،
دیر تصمیم گرفتن، دیر تشخیص دادن. ببینید از هر طرف حرکت میکنید میرسید به خواص. تصمیم گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم، ایناست که تاریخ را نجات می‌دهد، ارزش‌ها را نجات می‌دهد، ارزش‌ها را حفظ می‌کند. در لحظه لازم باید حرکت لازم را انجام داد. اگر گذاشتید وقت گذشت دیگه فایده ندارد.